در مورد مشکلاتتون با یغما گلروی کامل توضیح بدین. ببینید من از کجا بگم، دردم با کیا بگم؟ ببینید من خب با یغما گلروی من یه سری مشکلات کلی دارم، یه سری مشکلاتی که مثل اینه که خب مثلا به شخصیتش نقد دارم، به ترجمه هاش و اینکه حالا بالاخره مسئله که افشا شده دزدیه نقد دارم، مثلا به اینکه نمیدونم فرضاً همکاریاش با یه سری در واقع مؤسسه حکومتی مثلا نقد دارم، به یه سری رفتارهاش در شبکه های مجازی با سلبریتی ها و خیلی مثلا به خیلی پستاش، به شعرهای آزادش، به خیلی اینا نقد دارم، به بعضی از ترانه هاش، به بعضی از همکاریاش خب نقد دارم. اما این نقد برای خودمه، برای دل خودمه، یعنی اینها باعث مشکل من با یغما گلرویی نیست، چون همون کارهایی که من بهشون نقد دارم خیلی های دیگه بدترش رو مرتکب میشن و من با اونا دعوا ندارم، نهایتا آقا فالوشون نمی کنم، دنبالشون نمی کنم، برام اهمیتی ندارم. درسته؟ یعنی اینکه من در واقع این همه نقد به کل شخصیت رفتارهای یغما گلرویی دارم هیچ کدوم دلیل نمیشه که من مشکل شخصی داشته باشم. حتی یه سری چیزهایی که خودتون میدونید، مثلا در واقع به آدم توی زیر بازجویی، زیر شکنجه میگن، هم باعث نقدایی نیست که من به یغما گلرویی دارم. یعنی مثلا اینکه نمیدونم به من گفتن که یغما گلرویی با نظام همکاری میکنه، نمیدونم تو هم خب تو هم مگه نمیتونی همکاری کنی، تو هم همون کار بکن مثلا راحت بتونی بگردی، یا اینکه مثلا گفتن یغما تو رو فروخته فلا، این چیزا رو شنیدم دیگه. خب مگه من باور باید بکنم یه چیزی هست؟ من با یغما گلرویی مشکل دارم، اما طبیعتا قرار نیست که حالا چون مشکل دارم حرف بازجوی سپاه رو باور کنم. میدونید این دو تا چیز متفاوته، قرار نیست که اونا مثلا از اختلاف من استفاده کنن، هر چیزی بگن حتی اگه درست باشه و من بخوام حرف اونا رو باور کنم. من آخرین حرفی که حرف آخرین کسی که در جهان باور میکنم حرف بازجوی سپاهه. پس این هم مشکل من نیست با یغما گلرویی. یعنی پس نه اختلاف سلایق، نه اختلاف نقدهای شدیدی که به شخصیت، رفتار و آثار هنری دارم، هیچ کدوم واسه مشکل نیست. مشکل کارهایی که ایشون در قبال من کرده، یعنی موضوع اینه که وگرنه من اصلا باشون چی کار دارم؟ یعنی من اتفاقا باشون خیلی دوست بودم. ایشون چند تا نامه به من نوشته و در اون نامه ها کارهای غیر اخلاقی بسیار زیادی مرتکب شده. من اصلا در شأن خودم ندیدم که جوابشون رو بدم. یعنی من تو همین اواخرم سکوت میکردم، یعنی تو همین یک سال پیش اصلا هر کاریشون کرد، هر عکس العملی به خرج داد، من سکوت کردم. ولی خب نکته اینه که بالاخره هر کسی یه تحملی داره دیگه. من نمیتونم اگر من اجازه بدم هر کسی هر توهینی، هر فحاشی، هر دروغی به من نسبت بده و سکوت کنم، به نوعی تایید تلویحیه. ایشون توی نامه هاش اولا خب به صورت خیلی خنده داری مثلا غزل پست مدرن رو نقد کرده که من نمیتونم بگم ناآگاهانه است، میتونم بگم شیطنت آمیزه، چون مثلا سوالایی که ایشون مطرح کرده خب اون زمان دوست بودیم دیگه، میتونست از من بپرسه، خب من بهش جواب میدادم، توضیح میدادم، اگه قانع نمیشد بیشتر توضیح میدادم، اگه قانع نمیشد بعد میتونست بره بنویسه. ولی مثلا سوالایی پرسیده که میتونست یه روز بپرسه مهدی مثلا فلان چیز مثلا جوابش چی میشه، چرا مثلا غزل پست مدرن اینجوریه، یه سری سوالایی پرسیده که جوابشو میدونسته. یعنی خودش دیگه بچه که نیست، بچه 2 ساله که نیست، مثلا میفهمه که مثلا وقتی میگن دست تو چوب و کلت و چوبه دار، چوب و کلت و چوبه دار، البته شورت خانومت به کنار، این شعری نیست که در وصف شورت زن همسایه گفته شده باشه که ایشون در مثلا مقالش اینجوری نوشته، نامش اینجوری نوشته. پس در واقع ایشون شیطنت کرده، در واقع میدونسته که مثلا اینجوری نیست اما ترجیح داده که دروغ بگه به مخاطب. اما اینا مهم نیست، مشکل من یه سری دروغ های زیادیه که در اون نامه ها گفته شده. ببینید از اینکه بگم مثلا مهدی موسوی اس ام اس سنتوال زده که برید به یغما گلرویی فحش بدید، منی که تمام شماها بودید دیگه، تا حالا یکی هر بار که تازه یکیتون فحش داده بلاکش کردم، یعنی در دفاع از من فحش دادید بلاکتون کردم، یا گفتم یا ازتون اومدم مسیج خصوصی گذاشتم گفتم من دفاع نکنید. خیلی از حتی ادمینای فن پیج من میدونن که الان احتمالاً این فایلو گوش میدن که من بهشون تذکر دادم که آقا با این آدم بحث نکنید، با فلان آدم بحث نکنید، با هر کی لطفاً اصلاً قاطی حاشیه نشید. شخصیت مهدی موسوی سالها این بوده،
و بعد بیای نامه سرگشاده بنویسی و دروغ بگی به مردم. این دیگه به نظر من، اینو من دیگه نمیتونم تحمل کنم. یا بدتر از اون بیای در، حالا نمیدونم شاید نامه‌هاشو ادیت کرده ولی خب همه دیدن، عکساش هم موجوده، حالا بگم نکته که هست، ایشون مثلا اومده در ابتدای نامه مثلا نوشته بود، در ابتدای نامه دومش، که آره مهدی موسوی منو برادر خطاب میکرده، من دیدی که به احترام به همه میگم مهربان، عزیزم، برادر، خب خیلی من دیدین که واقعا سعی دوستانه با آدم ها حرف بزنم و برادری رو حس قشنگی میتونم. و بعد اومده گفته که آره من گفته مهدی موسوی من گفته برادر، و من رفتم بابام پرسیدم تو با مادر مهدی موسوی شیطنتی کردی که این به من میگه برادر؟ ببینید من از حق خودم میتونم بگذرم، نه حق مادری که جوونیشو، زندگیشو، هرچی که داشته و نداشته برای من گذاشته تا من به اینجا برسم، من نمیتونم حق اون بگذرم. من اگر یغما گلرویی بیاد عذرخواهی هم بنویسه در تمام شبکه های اجتماعی نمیبخشمش، چون ایشون یه خط قرمزی رو رد کرده که برای من تا ابد باقیه و من این خط قرمز رو نمیتونم ببخشم. یعنی میتونم دیگه ایشون رو باش حرف نزنم و مثلا بگم آقا اشکال نداره کردی نکردی، ولی ببخشم، اون بخشیدنه نمیتونه رخ بده، یه خط قرمز زیادت کرده. و باز هم به اینا من باز هم جوابشو ندادم، باز هم جوابشو ندادم، قناعت نکرده و بعد باز رفته یه شعری گفته، نمیدونم باز توهین به نمیدونم غزل پست مدرن، منو نمیدونم نسخه پیچ خطاب کرده، نمیدونم بالاخره من داروسازم، دکترای داروسازی دارم، زحمت کشیدم، اصلا مهم نیست، ولی نسخه پیچ هم بسیار صنف شریفی هست. اما ما که میدونیم که تو این کلمه رو برای توهین به من به کار بردی. و باز رفتارهای زشت و رفتارهای زشت. و بعد بدتر از اون خودش و همسرش بعد از فرار ما از ایران، بعد از اینکه ما از ایران تبعید شدیم، حرفای بسیار زشتی رو درباره ما نوشتن. و بعد حرفایی که من فقط از زبون بازجوی سپاه شنیده بودم، از اینکه مثلا بیان ادعا کنن که مهدی موسوی و فاطمه اختصاری مثلا زندان نبودن، توی ویلا بودن. عذر میخوام قطع شد، میگم این اشکالات پیش میاد. داشتم میگفتم براتون از اینکه ادعا کنم مهدی موسوی و فاطمه اختصاری تو زندان نبودن، در صورتی که حتی خود نظام هم جرأت نکرد انکار کنه این ماجرا رو. یعنی خود نظام تو روزنامه جوان اومد گفت که آقا ما اینا رو گرفتیم، اومد حتی اتهام های ما رو با حالا رکاکت بسیار تشریح کرد، بعد عکس ما رو حتی زد در صفحه های روزنامه سپاه، در خبرگزاری فارس بارها علیه ما مطلب به روز کرد، در برنامه های مربوط به اطلاعات سپاه مثل 23 جهت اطلاع بارها علیه ما مطلب رفتن. اما یغما گلرویی اومد مثلا و همسرش اومدن ادعا کردن که ما زندان نبودیم، توی ویلا بودیم، با پاسپورت قانونی خارج شدیم و حرفای بسیار زشت دیگه. خب این دیگه از شرافت به دوره، این اصلا برای من قابل پذیرش نیست. این من در مخیلم نمی گنجه که چنین انسانی در حق چنین انسان دیگه یک چنین کاری بکنه. هیچ وقت یادم نمیره زمانی که حالا یغما گلرویی، درست یا غلط من اصلا قضاوت نمی کنم، 3-4 روز نبود و در واقع گفت که من بازداشت بودم، گفت یعنی اون بازداشت بوده. ببینید من عصر رو بر خوبی آدم ها میذارم و صداقت انسان ها میذارم. با وجود همه این کارهایی که با ما کرده بود، من، خانم اختصاری و بسیاری دوستان دیگه براش بروز کردیم و گفتیم بعد آزاد بشه، چون وظیفه ما بود در مقابل یک انسان، حتی انسان بد. و ایشون بعضی که خارج شد، فکر میکنی اولین کاری که کرد یه پست در تشکر از ما گذاشت که واقعا شاید یکی از بیشترین زحمت ها رو برای آزادیش کشیده بودیم؟ نه، یه پست گذاشت و شروع کرد موهای خانم اختصاری رو مسخره کردن، موهای سبز خانم اختصاری رو به صورت نمیدونم سبز قناری و نمیدونم چی مسخره کردن. ببینید یعنی آدم آزاد بشه و بعد از اینکه آزاد بشه به جای تشکر چنین حرفایی رو بزنه. بعد از اون هم بارها 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 در مورد همه دوستان ما رو مورد عنایت قرار داده، تمام گروه ها هر روز به یکی نامه می نویسه و تخریبش میکنه، هر روز حرف جدیدی، هر روز سخنی.
من هنوز در واقع اسکرین شات عکس در واقع کامنت های خانومش رو دارم که خانم اقتصادی که به جرم همکاری با شاهین نجفی حکم زندان گرفته بود، ایشون نوشته بود که خانم اقتصادی به جرم فحشا زندان بوده. ببینید، یعنی کاری که دقیقا ما میگیم، دقیقا مثلا سیستم های روزنامه کیهانه، سیستم هایی که برای تخریب آدم ها. یغما گلرویی که توی همین مثلا من هشتگ زدم که پهلوان زنده را عشق است و گفتم مثلا قدر داشته هامون، قدر انسان های زنده رو بدونیم و همین امروز که هستن ازشون تشکر کنیم. چی این جرقه رو زد؟ یکی از دوستامون که میدونید کمی چند روز گذشته فوت شده بود در جوونی، که شاعرم بود، به من این یه تلنگری زد، گفت باید بیا تا قدر یکدیگر بدانیم، بیا آدم های زنده رو حواسمون بیشتر بهشون باشه. و من هشتگ زدم پهلوان زنده را عشق است و خب همه استقبال کردن، مردم استقبال کردن، هنرمندان استقبال کردن. ایشون پست به روز کرد، علاوه بر اینکه حالا علیه این هشتگ حالا مهم نیست به روز کرد، باز توش اتهام که نمیدونم اینها نمیدونم ویلا بودن، نمیدونم فلان بودن، بعد نمیدونم منو فروختن. ببین، منو خانم اقتصادی که مثلا فرار کردیم از ایران رو و بعد شرافتمون به همه آدما ثابت شده است، اتهام آدم فروشی بهمون زدن، و بعد مثلا ایشونی که نمیدونم تو ایران نشسته، یک بارم نه حکم زندان داره، نه حکم شلاق داره، کارگاهاش هم برگزار میکنه، کتاباش هم چاپ میکنه، نمایشگاه هم میذاره، خب موزیک هم بیرون میده، در مورد به همه هم فحش میده، به دولت هم فحش میده، و بعد ایشون مثلا آدم خوب است، ایشون مثلا آدمیه که بعد با مؤسسه اوج و سپاه هم همکاری میکنه، ایشون آدمیه که همکاری نکرده، من بدبختی که 10 سال حکم زندان گرفتم و فرار کردم از مرز و جلوی گلوله، من آدم بدم. خب اینا خیلی وحشتناکه. شما انتظار دارید من با چنین آدمی خوب باشم؟ شما ببینید، ایشون مثلا در مورد نه فقط من، میخوام بهت بگم در مورد همه آدم ها همین کارو کرده. شما مصاحبهش رو علیه شاهین نجفی بخونید، شما مصاحبهش رو علیه رضا یزدانی بخونید، شما مصاحبهش رو علیه روزبه امانی بخونید، شما مصاحبهش رو علیه محمد علی بهمنی بخونید، شما مصاحبهش رو علیه خانواده حسین پناهی بخونید، شما مصاحبهش رو ببینید، یعنی من میتونم تا علیه در واقع ترکا بخونید، علیه آریایی ها بخونید. ببین، من نمیدونم ایشون با همه مشکل داره، نه فقط با من، یعنی تهمت ها فقط به من نمیزنه. هر روزی برای اینکه جلب توجه کنه یا نه، شاید هم به فرمان کسایی که بالاخره بالا نشستن و بالاخره حالا بهش میگن که چیکار بکنه، هر روز دستور صادر میکنه که آقا بریزید در واقع مثلا این مثلا این فلانی فلان است و بریزید صفش. این خیلی زشته. میدونید من واقعا این آدم من خیلی صبوری میکنم، یعنی هر دفعه که پست میگذاره من فقط کارم اینه از همه خواهش کنم ولش کنید، کاری به کارش نداشته باشید، ولش کنید این آدم رو، این آدم بیماره. واقعا من دیگه نمیدونم چی کار کنم، واقعا نمیدونم از دست و زبان که برایت. و چیزی که هستش، من از اولش تعریف کردم، از روز اولی که هستش میگم نه اختلافهای هنریمون برای من مهمه، نه اختلافهای در واقع که نظرات سیاسی، اجتماعی، شخصیتی، تمام نقدی که به ایشون دارم کنار، تمام شایعاتی که در مورد ایشون هست کنار، هیچ کدوم به من ربطی نداره. من اگر با ایشون اختلاف دارم، به خاطر کارهایی است که در مقابل من میکنه. یعنی شما ببینید، یه سری کارها که در صفحه خودشون مینویسه، یه سری کارها که در واقع به صورت روبنایی هدایت میکنه، یه سری کارها هم که زیر پوستی انجام میده. حالا من در جریان هستم که مثلا توی چت ها چه چیزایی میگه یا به دیگران دستور میده چه کارهایی بکنن، اونها هم در جریان هستم. یعنی میخوام بگم از دو جهت به من آزار میده. انتظار دارید من مثلا این آدم رو دوست داشته باشم، عاشق این آدم باشم؟ مگه من مریض روانی هم؟ خب من میگم و چرا با بقیه من اختلاف ندارم؟ چرا من با بسیاری از شاعرانی که مثلا شاعران مذهبی هن و مثلا شاید مثلا حتی مثلا خیلی موقع مثلا ممکنه از لحاظ سبک شعری، فضای ادبی اختلاف داشته باشیم، اما با احترام متقابل برخورد میکنم؟ چرا با خیلی از دوستان خواننده که شاید سبک خوانندگیشون من نپسندم، همیشه با احترام متقابل برخورد کردیم؟ چرا با بقیه دوستان ترانه سرا من این مشکل رو ندارم؟ چرا حتی مثلا وقتی که من آزاد شدم،
خب خیلی ها بودن که از من حمایت نکردن، خیلی ها بودن حتی درباره من متاسفانه پشت من خالی کرده بودن، شایعه پراکنی کرده بودن. چرا با اونها این مشکل رو ندارم؟ چرا فقط یغما گلرویی؟ این سوالیه که مخاطب بعد از خودش بپرسه. حالا من اصلا در واقع با مسائلی که به من خیلی ها گفتن، گفتن آقا بیا فلان مسئله رو افشا کن، فلان مسئله رو بنویس، فلان چیزی که بهت گفتم رو بگو. من اصلا علاقه ای ندارم بنویسم، من اصلا علاقه ای ندارم که الان من سکوت کردم یه سری چیزهایی که به من گفته شده، شنیدم، دیدم، نمیگم به خاطر اینکه در واقع نمیخوام که مثلا در واقع در مقابل کسافتکاری به کسافتکاری دست بزنم. اما شکی نیست که من این آدم رو پر از نمیدونم حسادت میبینم حداقل، یا اگر حسادت فردی نباشه این آدم با من مشکل نداره، بلکه بهش دستور داده میشه که مهدی موسوی رو تخریب کن و اون هم مجبور اطاعت کنه. یکی از این دو حالته، وگرنه شما باورتون میشه که یک نفر چند سال زندگیش رو شبانه روز بگذاره و فقط معطل باشه که مهدی موسوی چی مینویسه، چه هشتکی میزنه، چه شعری میگه تا علیهش بروز کنه؟ شما باورتون میشه؟ من نمیتونم خوشبین باشم.